کنید یه خداوند فرصتی داد که بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم با خیلی خود تا همین سرودها هللویا گرفتن هللویا آمین خداوند و طریقهای مختلف با ما کار کنید دوست دارید با هم بیستیم با هم دیگه از خداوند بخواید تا خداوند روح القدس بر ما جاری بشه ای پدر آسمانی ای خداوند سپاسگزاریم پدر سپاسگزاریم که امروز هم خداوند اجازه یافتیم و ما رو پذیرفت خداوند سپاسگزاریم از اینکه نام مقدس توی خداوند بر زبان است خداوند در تمامی این راه در این بیابانها در این خشکیهای خداوند تو به ما هنوز اجازه میدی خدا نام مقدس تو رو به کار ببریم و بگیم یا عیسی مسیح ای خدای زنده ای نجات دهنده ای روح القدس بر ما برس خداوند قلب های ما رو آماده نمای خداوند تا اون چی که تو میخوای بفهمیم بشنویم یاد بگیریم و به قدرت خودت خداوند رو بتونیم عمل کنیم سپاسگزاریم جلالت رو ای خداوند در نام مقدس عیسی مسیح خداوند درخواست می‌کنم آمین بفرمایید خداوند می‌گوید از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس نکنید تا من شما را بپذیرم و شما را پدر خواهم بود و شما مرا فرزندان خواهم بود خداوند قادر مطلق نیرومند اما میخوایم باز متوجه بشیم از میان چه چیز از میان چه اشخاصی چه گروههایی چه سیستمهایی چه مکتبهایی چه چیزهایی باید بیرون بیاید جدا بشیم و حتی چیزهای ناپاک رو لمس نکنیم همه شما عزیزان یادتون میاد در زمانی که ابراهیم بر زمین بود و در کتاب مقدس ما میخونیم که چه اتفاقی افتاد برای دو تا از شهرهایی که در اون زمان به نام سدوم و عموره بود در زمانی که خداوند همراه با دو فرشتش میاد و ابراهیم رو ملاقات میکنه و بعد از اون ملاقات بزرگی که انجام میشه و برکتی رو که خداوند به ابراهیم میده دو فرشته وارد شهرهای سدوم و عموره میشن جالبه که در باب 19 پیدایش میتونیم با هم بخونیم باب 19 پیدایش جالبه که وقتی این دو فرشته وارد سدوم و عموره میشن لوط بر سر دروازه شهر نشسته بوده به استقبال این دو فرشته بیرون میاد رو به زمین رو به زمین دوباره سرش رو فرود میاره به طرف پایین و میگه که اینک اکنون ای آقایان من به خانه خادم خود بیایید و شب را به سر برید و پاهای خود را بشویید و بامدادان برخواسته راه خود را پیش گیرید گفتم نه وقتی شب را در کوچه به سر برید آیه سن یک اما چون ایشان را خیلی اصرار میکرد با اون اومده به خونهش داخل شدن و برای ایشان مهمانی برپا نمود و نان فطیر پخت و پس اونا خوردن و به هنوز به خواب نرفته بودن که مردان شهر یعنی مردم سدوم از جوان و پیر نه فقط جواناشون از جوان و پیر تمامی مردم از هر جانبی خانه لوط رو احاطه کردن و به لوط لوط رو صدا کردن گفتن که اینجا رو من خواستم بهتون بگم که در این آیه 5 خیلی مؤدبانه نوشته شده این فارسی که ما اینجا داریم خیلی هم نمیفهمن اینطوری نوشته شده آن دو مرد که امشب به نزد در آمدن کجا هستند آنها را نزد ما بیاور تا ایشان را بشناسیم ممکنه کسی این کتاب مقدس رو میخونه یا بعضی از ترجمه ها رو میخونه میگه چه اشکالی داره
دو تا مهمون داشته لود مردم اومدن گفتن اونا رو بیار بیرون ما اونا رو بشناسیم ایشون نمی غریبن ما میخوایم اونا رو بشناسیم ایشون اما اگر برید به لغات اصلی کتاب مقدس عبرانی پیش نگاه کنید و خیلی از انگلیسی ها درست کردن اینا میگه اون دوتا رو بیار میشه ما تا بهشون تجاوز کنیم قشنگ میگه یعنی اینقدر مردم سدوم و عموره در این مسئله شهرت پیدا کرده بودن که هر نفری رو که وارد شهر اینا میشد اینها اول بعد بهش تجاوز جنسی میکرد دو فرشته خداوند که به شکل انسان در اومده بودن وقتی که لوط اینها رو خونه خودش مهمانی داده بود مردم میریزن و احاطه میکنن و محاصره میکنن و میگن دوتا مهمون رو بیان میگه آنگاه در آیه 6 میگه آنگاه لوط نزد ایشان به درگاه بیرون آمد و در رو از عقب خود ببست و گفت ای برادران زنها بدی مکن جالبه میگه اینک من تو دختر دارم که مرد رو نشناختم ایشان را الان نزد شما بیرون میآورم با آنچه در نظر شما پسند باید با ایشان انجام دهید اما کاری بدین دو مرد نداشته باشید زیرا برای همین زیر سایه سقف من آمدن بهش گفتن دور شو و گفتن و بقیه داستان رو شما میدونید اما این دو فرشته خداوند خب خیلی مشخص کاری که کردن این بود که به قدرت خداوند اومدن و از کوچیک و بزرگ همه رو مبتلا به کوری کردن و حتی هیچ کس نتونست دور خودش رو پیدا بکنه راه خودش رو پیدا بکنه و اونها به لوط اینو گفتن آیا شخصی رو در اینجا داری؟ داماد، پسران، دختران خود را و هر که را در شهر داری از این مکان بیرون ببر یکی از جاهایی که خداوند میخواد عزیزان از ما میخواد که بیرون بریم محیط هاییست که در اونها ما میدونیم این اشخاص چه مرضی دارن و میدونن دارن چه کار میکنن اگر بمونیم خودمون خواستیم و خداوند میخواد که ما این مکانها رو ترک کنیم باز باره بعضی ها احساساتی میشن آه شما که میگید نگاه محبت پس محبت ما کجا رفته شما محبتت رو انجام بده دعای خیر و نیکویی رو انجام بده کار خوبت رو انجام بده ما میگیم در تجاوزهای جنسی اخلاقی اونها وارد نشید اونها رو تعیین نکنید نگیم که فعلا که به بچه من که تجاوز نکردن به مادر من که انجام ندادن به خواهر من به پدر من به بچه حالا فعلا دارم با دیگران انجام میدن اگر در جایگاهی هستیم که همچین موضوعاتی هست دارن به عنف مردم تجاوز میشه به اسمهای مختلف به بهانه‌های مختلف به اسم خدا به اسم پور به اسم چه میدونم هر اسمی خداوند میخواد که ما اون محل رو اون مکان رو هرچه زودتر ترک کنیم که خداوند میدونه که باید با اونها داوری کنه چون اونها میدونن دارن چی کار میکنن این اولیش خب اولی رو گرفتیم اولین جایگاهی که یادداشت بکنیم اولین جایگاهی که ما اگر همچی جایی رو رسیدیم باید شهر باشه کشور باشه حکومت باشه باید چی کار کنیم ترک کنیم بریم دنباله دومی ببینیم دومی چیزی رو که خداوند میخواد که ما اگر پیدا شد باید اونجا رو ترک بکنیم چی هست نه اینکه مثلا توی کلیسای خدا هستیم یهو مثلا بهمون میگن بشین از اینجا بشین به اونجا یهو میگن من دیگه قرار کردم امروز برادر با ما گفت کلام به خدا اینجا رو ترک نمایید بذاریم بلایشیم قرار کنیم بریم ما الان فهمیدیم یکی از مکانهایی رو که باید ترک بکنیم یکی از محیطهایی رو که باید ترک بکنیم چیست دومیش رو میریم سراغ اعداد باب 16 اعداد باب 16 اعداد باب 16 و میگه که در این اعداد از آیه 1 به بعد نگاه میکنیم یه شخص به نام اوره بود مثل اوره میمونه از یا میخونن اینو پسر یسهار بود پسر قهات بود از پسر لاوی بود و داتان و ابیرام پسران الیاب و اون پسر فالد پسران روبین یه سری رو با خودشون گرفتن و با بعضی از بقیه مردم اسرائیل حدود 250 نفر از سروران جمعیت که برگزیدگان شورا و مردان معروف بودن به ضد موسی برخواستند
دوباره اینکه از کلمه هایی که توی زیرش خط بکشی، نه به حضور موسی یعنی بیان که احترام بذاره، نه به ضد موسی برخواست کرد. موسی کی بود؟ پیامبر خدا، جانشین خدا بر روی زمین بود. و خدا بهش گفت، یهوه بهش گفت تو برای این مردم به مانند چی هستی؟ خدا هستی و از جانب من هر آنچه که من میگویم بهشون بگو. و هارون مثل پیامبر. بنابراین اینجا میبینیم به حضور موسی برخواستن و آیه 4 میگه و به مقابل موسی و هارون جمع شده به ایشان گفتن شما از حد خود تجاوز مینمایید. اینا کیا بودن؟ اینا سران یه سری از سران قوم بنی اسرائیل بودن، مردم قوم اسرائیل بودن. به موسی و هارون گفتن که شما از حد خود دارید تجاوز میکنید، زیرا که تمامی جماعت هر یک از ایشان مقدسند و خداوند در میان ایشان است، پس چرا خویشتن را بر جماعت خداوند برمی‌افرازید؟ یه حسادت، یه چیزی تو دلشون اومده بود و اینا فکر میکردن که موسی و هارون برافراشته شده هستن، از دیدگاه انسانی اونها خیلی برتر هستن، چون خدا با اونها داره صحبت میکنه و پیام خدا از طریق اونها داره میاد. اینها ناراحت شدن و گفتن همه مقدسن، همه آدم ها مقدسن. آیا همه آدم ها مقدسن؟ نه. و به مقابل موسی و هارون جمع شده به ایشان گفتن شما از حد خود تجاوز میدن، زیرا تمامی جماعت هر یک از ایشان مقدس هستن و خداوند در میان ایشان است، پس چرا خویشتن را بر جمعیت خداوند برمی‌افرازید؟ و چون موسی را شنید دوباره چی شد؟ به روی خود در افتاد. از عقب نرفتاد، به روی خود در افتاد، در مقابل خداوند سجده کرد، سر خود آورد و به اون اورا و تمامی جمعیتی که بود که با او بودن به اونها گفتش که صبح بامداد خداوند نشان خواهد داد چه شخص از آن وی و چه شخصی مقدس است. خدا باید نشون بده چه شخصی مال اوست و مقدس، نه من انسان. ما انسان ها نگاه میکنیم بینیم کی به نفع مونه، نه کیه قیافشه، چجوری هست یا چه صحبتی داره میکنیم بینیم شاید این مقدسه، اما تقدس خود مال خدا قدوسه و او تشکیل کی قدوس است و او میتونه دیگران را مقدس بشماره. بامدادان خداوند نشان خواهد داد چه شخص از آن وی و چه شخص مقدس است و او را نزد خود خواهد آورد و هر که را برای خود برگزیده است او را نزد خود خواهد آورد. و بعد موسی دستور میده و میگه یه سری سینی هایی داشتن، اینها این سینی ها رو بعد میبردن در مذبح و اونها آتیش های روش میذاشتن و اینها رو میوردن در نزدیک جایگاهی که خداوند هست. جالبه که در آیه 9 آیه 8 اول میگه موسی به اوره گفت ای خاندان لاوی بشنوید، آیا نزد شما کم بود که خدای اسرائیل شما را از جمعیت اسرائیل ممتاز کرده بود تا شما را نزد خود بیاورد تا در مسکن خداوند خدمت نمایید؟ یعنی خدمت رو به شما داده و به حضور جماعت برای خدمت ایشان بایستید، کم بودی؟ و تو را و جمعی برادرانت خاندان لاوی را با تو نزدیک آورد و آیا کهانت را نیز میطلبید؟ گاهی اوقات انسان نمیدونه چون متوجه نیست، میخواد دیدگاه انسانی خودش خدمت رو بفهمه. حالا خدمت خدا بهش داده اما حالا ایستاده و میگه کهانت را، آیا کهانت را میخواهی؟ آیا این کهانت رو خدا باید تشخیص بده یا انسان؟ از شما میپرسم کهانت رو خدا باید تشخیص بده یا انسان؟ خدا باید. و اینها میگه از این جهت در آیه 11 موسی بهشون از این جهت تو ای قوره و تمامی جمعیت تو به ضد خدا جمع شدید و هارون چیست که بر او هم همه میکنید؟ درسته حالا هارون کاهن شده اما هارون مگه چیه حالا که دارین اینطور همهمه میکنید، دارین شورش میکنید، سرکشی میکنید تو چادرها این و پشت سرگویی حرف که هارون شده کاهن، ما نیست، ما فقط خدمت داریم میکنیم. آیا فکر میکنید گاهی اوقات پیش میاد؟
گاهی اوقات پیش میاد اینطور؟ وقت موسی میگه فرستاد تا داتان و ابیرام پسران علیاب رو بخونه و اونا رو صدا کنیم بیان. دو تا پسر جوان بودن، یه مقدار بی تجربه بودن. ایشان گفتم نمیایم. موسی بهشون گفته فرمانده قوم، جانشین خدا روی زمین داره بهشون میگه بیان، یا میگه ما نمیایم. آیا کم است؟ حالا دارن جواب میدن به کسانی که موسی فرستاده دو تا پسر جوان رو بیارن که داتان و ابیرام باشن. آیا کم است که ما رو از زمینی که به شیر و شهد جاری است بیرون آوردی؟ ما اونجا تو مصر شیر و شهد می‌خوردیم، شیر و عسل می‌خوردیم. بیرون آوردی تا ما رو در این صحرا هلاک سازی که می‌خواهی خود را بر ما حکمران سازی؟ بیا با تو می‌خوای بر ما حکمران بشی؟ ما که تو مصر بودیم اونجا جوری شیر و عسل می‌خوردیم. تو ما رو آوردی اینجا تو بیابون؟ آیا موسی اینها رو بند بهشون کرد بوردشون یا خودشون اومدن؟ خودشون اومدن. و ما را هم به زمینی که به شیر و شهد جاریست در نیاوردیم. ملکیتی از مزرعه ها و تاکستان ها به ما ندادیم. آیا چشمان این مردم را میکنیم؟ نخواهیم آمد. حالا با تمامی سرکشیشون وایستادن در مقابل این فرستاده های موسی و اینطور صحبت میکنن. تنها چیزی که عزیزان مرد خدا، مرد مهربان خدا، جانشین خدا روی زمین، جانشین یهوه خداوند عظیم موسی به اینا میگه، میگه خشمگین میشه و به خداوند میگه هدیه ایشان را قبول نکن، هدیهشون را قبول نکن. عجب مردیه. خلاصه میگه فردا به غورا خود موسی به غورا میگه تو با جمعیت فردا به حضور خدا جمع بشید و تو و ایشان و خود هارون که بهش اعتراض دارید دعوا میکنید سرش و هر کدومتون هم اون سینی های خودتون رو که بخور بر اونها گذاشتید اونها رو بردارید بیارید. جالبه که اینها آوردن و در نزد خیمه اجتماع جمع شدن و جلال خداوند اونجا ظاهر شد و خداوند میگه موسی و هارون را خطاب کرد، صداشون کرد، گفت خود را از این جماعت دور کنید. خدا گفت بهشون، خدا قلب اینا رو میدونست عزیزم، بهشون خدمت هم داده بود اما به خدمت خدا قانع نبودن، مخصوصا دیدگاه انسانی خودشون به کار خدا دخالت کنن. من کهانت رو میخوام، چرا هارون کاهن باشه؟ چرا پسران کاهن هارون کاهن باشد؟ خود را از این جماعت دور کنید تا ایشان را در لحظه ای هلاک کنید. خداوند میدونه عزیزان چه قلب‌هایی ما داریم. اگر زنده هستیم، اگر زنده بمونیم چه خواهیم کرد و چه بلایی بر سر، چه ظلمی بر سر ستمی بر انسان خواهیم کرد، فقط خدا میدونه. میگه پس ایشان به رو در افتاده گفتن ای خدای که خدای روح‌های تمام بشر هستی و رو می‌کنن به خداوند. ببین روی دارن چقدر زیباست عزیزان، چه قلبی دارن موسی و هارون. رو می‌کنن سر میارن به زمین به خداوند میگن ای خدا که خدای روح‌های تمام بشر هستی، آیا یک نفر گناه برزد و بر تمام این جمعیت غضبناک شدی؟ حالا یک نفر نبوده ها، خودشون هم میدونن چقدر انسان اونجا بودن. میگه خداوند عزیزم کار خدا عوض نمیشه، کار خدا ممکنه تأخیر پیدا بکنه اما عوض نمیشه، اراده خدا و داوری خدا انجام میشه. و خداوند میگه موسی رو صدا کرد و بهش گفتش که این جمعیت رو صداشون کن که بهشون بگو از اطراف مسکن اورا و داتان و ابیرام دور شد. از اون آدمایی که میدونین عزیزان دارن در کار خدا دخالت میکنن، علیه خدا شکایت دارن میکنن، دارن سرکشی میکنن، دور بشید. خلاصه عیسی این کار انجام میشه و میگه جمعیت رو خطاب بگید، حتی بهشون صدا بکنید و بگید و چیزی که از ایشان است لمس نکنید، حتی لمس نکنید. خیلی جالبه، میگه هم از مسکنهای اینا، از خیمه های اینا دور بشید، یه چیزی هم که مال اوناست دست نزنید.
حیث خدا، فرزند خدا، خادم خدا، تو از آن خدایی، من از آن خدا هستم. ما دستمون رو بالا میکنیم، میگیم از آن خداوند هستیم، او پدر ماه، ما فرزند او هستیم، ما وارث عیسی مسیح هستیم، ما در جایگاه آسمانی نشانده شده ایم. اگر این هستیم، خداوند میگه از دست اون خیمه ها دور بشه، اون خیمه هایی که توش خودپرستی هست، مقام پرستی هست، میخوان تو کار خدا دخالت بکنن، دور بشید. از نزد خیمه های مردم شریر دور شوید و چیزی را که از آن ایشان است لمس نکنید، مبادا در همه گناهان ایشان هلاک شوید. و بالاخره یه اتفاق میفته، تمام زمین باز میشه و تمامی این 250 نفر رو میرن پایین. داستان رو کوتاه میکنم عزیزان، برای به جاهای دیگه بعد برسید بدونید، بعد خودتون میتونید اعداد 16 رو بخونید. و فرداش، فردای اون روز یه اتفاق میفته، زمین باز میشه، این 250 نفر میرن اون تو. دوباره یه سری دیگه آدم ها رو هم میفتن. در آیه 21 فردای اون روز تمامی جماعت بنی اسرائیل، خوب دقت کنید، در فردای اون روز تمامی مردم اسرائیل بر موسی و هارون هم همه میکنن، گفتن که شما قوم مردم خدا رو کشتین. حالا نیا کنید. و چون جماعت این جمعیت بر موسی و هارون جمع شدن، به سوی خیمه اجتماع نگریستن، یعنی جایی که خدا، خیمه خدا بود، جادویی که برای خدا زده بودن و اون صندوق عهد اونجا بود. و چون جماعت بر موسی و هارون جمع شدن، به سوی خیمه اجتماع نگریستن و اینک ابر آن را پوشانید و جلال خدا دوباره چی شد؟ اونجا ظاهر شد. میگه و موسی و هارون پیش خیمه اجتماع آمدن و خداوند موسی را صدا کرده گفت از میان این جماعت دور شوید تا ایشان را ناگهان هلاک سازد. و جالبه که عیسی میگه و ایشان به روی خود دوباره درافتند. عجب قلبی دارند. میگه و موسی به هارون گفتش که تو هم برو حالا اون سینی خودتو بعد بگیر و آتشی رو از مزبر در موش بذار و اون بخور خودت هم روش بذار و چیز خوشبو رو روش بذار. و به زودی، حالا نگاه کنید عزیزان، موسی این مرد خدا رو ببینید، زود به هارون میگه برو یه سینی بگیر که این رسم بود که خداوند بهشون داده بود که بفهمن وقتی که ما در مقابل خدا سرکشی میکنیم، ظالم میشیم، الان میفهمیم جلوتر یعنی چی. وقتی که ما عزیزان نیستیم، قلبمون سخت میشه، یه طرف دستمون میره تو دنیا، یه طرف دستمون به خدا پدر، وحشتناک میشه، وحشتناکترین انسانهای روی زمین میشه. الان میفهمید. اما موسی عزیزان به هارون میگه برو سینه خودتو بگیر، آتش از روی دو قربانگاه برمش بذار، یه بخورم روش بریز، به سوی اون مردم برو، برای ایشان کفاره کن. اون موقع نمیفهمیدن، ایش خدا بهشون گفته بود کفاره کنی یعنی که یه چیزی باید جبران بشه. کفاره نمیفهمیدن، کفاره بعدن ما فهمیدیم کی کفاره گناهان ما شد، خود خداوند. و این گفت بهشون برو کفاره کن، زیرا غضب از حضور خداوند برآمده و وبا شروع شده. پس هارون به نحوی که موسی گفته بود اون رو گرفت، در میان جمعیت دوید، دوید رفت اونجا و اینک وبا در میان قوم شروع شده بود. کار خدا شروع میشه عزیزان، عمل خدا، داوری خدا دیر یا زود داره ولی عمل میشه. مهم اینه که ما الان که میشنویم پیدا بکنیم، بگیم خداوند را سپاس بر نامت، فهمیدم، متوجه شدم، مکاشفه شد برام، فهمیدم از کجا باید دور بشم. پس بخور را بریخت و به جهت قوم کفاره نمود و او در میان مردگان و زندگان ایستاد و وبا باز داشته شد. عزیزم اگرم دیدیم گاهی اوقات دیگه داوری خدا اومده، اینجوری نیست. خدا هنوز میخواد با قلب‌های دلسوز، با قلب‌های محبت برای مردممون دعا کنیم، بگیم به نام عیسی مسیح قربانی دائمی برای جهان، ای خداوند این گناه رو بر کشور ما، ملت ما، بر جهان مگیر. بیستیم عزیزم برای مردم، بگیم نکنیم ایشون. الان ببین چقدر انسان ها هستن، ظالم هستن، ستمکار هستن، به فکر فقط عیزان یا شدن صدوم اموره، فکر مسائل جنسیشون هستن،
یا اینکه دنبال یه سری کارهای زشت ضد خدا هستن که فقط دنبال مقام‌ها و ریاست‌ها و قوت‌ها می‌گردن حتی در جماعت خدا. اما خدا می‌خواد قلب ما این باشه که بیست. اون موقع اونها خون عیسی مسیح رو نداشتن، اسم عیسی مسیح رو نداشتن. امروز عزیزان ما این اسم رو داریم. هللویا. آسمان بگیم به نام قدوس عیسی مسیح من به حضورت میارم مردم ایران رو، من به حضورت میارم مردم تورنتو رو، من به حضورت میارم مردم کانادا رو. ای خداوند، میدونیم وبا تو این کشور اومده، میدونیم مرگ و سرطان ها اومده، اما ای خداوند دلت بسوزه واسه اینا. ما من نیستیم عزیزان. خداوند میخواد ببینه ما میستیم یا نمیستیم. کار خدا داره انجام میشه، داوری خدا انجام میشه. وباها داریم میاد، انواع اقسام وباها داریم میاد، انواع اقسام مریضی ها و بدبختی ها و جدایی ها داریم میاد. و گرفتید نوع دومو که خداوند گفت دور شوید، لمس نکنید، از جمعیت این جماعت دور بشید، لمس نکنید. گمشو گرفتی؟ نه. چه نوع هستش؟ نه. حالا بریم باز کنید کتاب اشعیا رو. کتاب اشعیا رو که من این سعی کردم اینا رو خلاصه کنم که عزیزان به وقتمون برسیم که شما نه خسته بشید، خوابتون نبره، بلکه بتونید یه بهره‌ای گرفته باشید. آمین. خدا رو شکر می‌کنیم. عزیزان در اشعیا باب 48 نگاه می‌کنیم که ببینیم که خداوند در اونجا هم صحبت عجیبی می‌کنه به مردم خودش. مردم گروه اول کیا بودن؟ صدوم و عموره، مردم خدا نبودن. مردم دوم کیا بودن؟ مردم مردم سوم، گروهی هم که جلوی صحبت می‌کنیم، مردم کیا هستن؟ مردم خدا. ای قاه خاندان یعقوب که به نام اسرائیل نامیده می شوید، ای مردم ایران، ای مردم جهان که پیرو مسیح به نام مسیح خانواده مسیح نامیده می شید و از آب یهودا بیرون آمده اید و به اسم یهوا قسم می خورید و خدای اسرائیل را ذکر می نمایید، اما نه به صداقت و نه راستی. این را بشنوید. خدا داره می گه. میگه خیلی از ماها فقط اسم خدا رو قسم میخوریم اما نه به راستی و نه به صداقت. این کی میگه؟ خداوند. خداوند حق داره بگه یا نباید بگه؟ بله. میشناسه قلبهای ما رو، میشناسه نیتهای ما رو. میگه شما قسم میخوریم و خدای نام خدای اسرائیل رو میبرید اما نه به صداقت و راستی. این رو بشنوید. زیرا که خیشتن رو از شهر مقدس میخوانن و بر خدای اسرائیل که اسمش یهوه خدای لشکرهاست اعتماد میدارن. و جالبه که خدا میگه که در آیه 4 چون دانستم که تو سخت دل هستی و گردنت بند آهنین و پیشانی تو برنجین است. خیلی چرا انسان عزیزم سخت دل میشه اگر نگیرید؟ امشب اگر گرفته باشیم خوش به حالتون. نگیرید اگر جدا نشیم عزیزان از این دنیا. و امشب باید یاد بگیریم چطور از سدوم و اموری ها، از قدرت ها، و یه بر این بر باشیم، یه بر این باشیم، سخت دلترین آدم ها خواهیم شد. قلبمون سخت میشه. میدونی این چرا؟ برای اینکه ریا میاد تو وجودمون، تو انسان ریا میاد. یه طرف دستش به خداست، میگه خدایا خدایا تو رو دوست دارم. یه طرف دستش تو دنیاست، مقام های این دنیا، شهوت های این دنیا، تمام امور زشت این دنیا اینطوری کشیده شده است. اینطوری کشید، اینطوری خودتون رو باید ببینید چه حالی که داخل جلال و عیسی مسیح از این آیه 8 48 8 خداوند بهشون میگه که البته نشنیده بر آین و هر آینه ندانسته و البته گوش تو قبل از این باز نشده بود، زیرا میدانستم که بسیار خیانتکار هستی و از رحم مادرت آسی خوانده شدی. یعنی چی؟ گناه، سرکش. به خاطر اسم خودم عزیزم، حالی جاره به خدا رو نگاه کنی عزیزم، یهوه، به خاطر اسم خودم غضب خویش رو به تأخیر خواهم انداخت. کار خدا انجام می شود، داوری خدا انجام می شود، اراده خدا انجام می شود، اما خدا به خاطر دلسوزیش، محبتش، کار خودش رو به تأخیر می‌ندازه که من و شما عزیزان
که دیگه بعض وقتا خوابی بریم مسخره میکنیم، بعض اوقات تو کار دنیا هستیم، گاهی اوقات تو مشغول فقط برنامه های دنیایی هستیم، متوجه بشیم به خاطر اسم خودم غضب خیش را به تأخیر خواهم انداخت و به خاطر جلال خودم بر تو رحم خواهم، شفقت خواهم کرد تا تو را منقطع یا جدا نسازم. عزیزان کار خدا رو خدا تأخیر ایجاد می‌کنه. تأخیر خدا به این معنا نیست که عزیزان خدا وجود نداره، خدا نمیتونه داوری کنه، خدا نمیفهمه داره چی کار میکنه. خدا همه چیز رو میدونه. خدا تأخیر ایجاد میکنه تا ما تو این تأخیر چشممون باز بشه، چشای قلبمون باز بشه، بگیم خداوندا من فهمیدم، من متوجه شدم تو کی هستی. جالبه که خدا میگه که به خاطر ذات خودم این را می انجام میدهم، زیرا که اسم مرا چرا اسم من باید بی حرمت بشه و جلال خیش را به دیگری نخواهم. و جالبه که در آیه 17 میگه که خداوند که نجات دهنده تو و قدوس اسرائیل است چنین میگوید، من یهوه خدای تو هستم و تو را آموزش میدهم تا سود ببری و تو را به راهی که باید برمی هدایت میکنه. عزیزان پس خداوند عزیزان هدایتش و تعلیمش هست، ما هستیم که باید گوشمون بهش باشه. اونایی که میگن خدا کجاست، خب وقتی که گوش ما به دنیا باشه عزیزان، گوشمون به اراده دنیا باشه، گوشمون به فقط به مسائلی که خودمون دنبالشیم، هدفهای انسانی خودمون باشیم، که دیگه نمیتونیم دیگه صدای خدا رو بشنویم. انقدر مشغول کارهای دنیایی، انقدر مشغول کارهای شخصی خودمون هستیم که دیگه نمیتونی. ولی خدا میگه عزیزان من یهوه خدای تو هستم، تو را آموزش میدم تا سود ببری و تو را به راهی که باید بری هدایت مینمایم. کاش ای کاش به اوامر من گوش میدادی، آنگاه سلامتی تو، صلح تو، آرامش تو مثل نهر و عدالت تو مانند امواج دریا. آمین. چقدر زیبا داریم میگه اگر میبینی آرامش نداری، اگر میبینی در درست کاری نداری، عدالت نداری، برای که در آموزش و هدایت من نیستی. عزیزان خدا، من و شما اگر در هدایت خدا و آموزش های خدا و قرار نگیریم، جدی نگیریم، دنیا ما را هدایت میکنه به جای که خدا ما را هدایت کنه. بعد یهو میبینیم انواع اقسام مریضی ها، مریضی های روحی، مریضی های جسمی، بدبختی ها تو زندگیمون میاد، بعد میگیم چرا این طور شده. بعد خودمونم بعدا به خدا شکایت میکنیم، خدا هست، یهوه خدا یعنی هستم، من هستم، منتها باید به هدایتش و تعلیمش و آموزشش عیسا گوش فرا بدیم و عمل کنیم. آمین. آنگاه اگر کاش به اوامر من گوش میدادی، آنگاه سلامتی تو مثل نهر و عدالت تو مانند امواج دریا بود، آنگاه نسل تو مثل ریگ و ثمره نسل تو مانند ذرات آن می بود و نام او از حضور من منقطع و هلاک نمی گردد. حالا آیه 22 از بابل بیرون بیاد. از بابل مکتب رمزی، بعضیاتون را یاد گرفتی چه مکتبی، چه سیستمیه، هم قدرت داره، هم دانش داره، هم جذابه، هم پیام‌های انسانی خوش داره، همه چی داره توش. این بابل هست، این بابلیه که از همه جا داره میخرامه واسه خودش. این سیستم تاریکیه که در کتاب مکاشفه بهش اشاره شده بارها. از این بابل بیرون بیایید، از میان کلدانیان بگریزید و این را به آواز خوشی اخبار و اعلام نمایید. ببینید عزیزان، وقتی خودتون اومدین بیرون به مردم با آواز شادی اعلام بکنید، ای مردم بیایید بیرون، نمونید تو اون تاریکی، نمونید تو اون سیستم های بابل، به خاطر دو روز قدرت اونها، به خاطر دو روز که بهتون کار بدن، به خاطر دو روز دو لقمه نون بهتون بدن، بیایید بیرون، بیایید بیرون. آیا خداوند خدای ما از این قادر نیست که سنگ ها رو بر ما نون کنه؟ آیا خداوند خدای ما قادر نیست از لای سنگ های سخت به ما آب بده؟ به قوم خودش خدا میگه اینو. آیا ایمان داری؟ وقتی بعضی وقتا به خودم نگاه میکنیم، مگه میشه؟ کی گفته تا حالا خدا از زمین خوش آب داده؟
بعضی این سوال میکنن کی گفته خدا تا حالا از صخره آب داده؟ همونی که من شما رو از همین ذرات خاک آفرید همون قادره، همون قادر مطلق. از بابل بیرون بشید، از میان کلدانیان بگریزید و این را با آواز خوش اعلام نمایید تا تمامی زمین شایع بشه، همه بفهمند، بگویید که خداوند خادم خود یعقوب را نجات داده است و تشنه نخواهند شد. حالا اینجا نگاه کنید، خدا میگه و تشنه نخواهند شد اگرچه ایشان را در ویرانه ها رهبری نماید. ایمان داریم؟ از بابل باید بیان بیرون، از سیستم های تاریک، از فلسفه های تاریک، از مذاهب تاریک، از قدرت های تاریک بیان بیرون. گرچه به ما شغل داده باشن، گرچه به ما مقام داده باشن، باید بیان بیرون و بگیم خدا ما رو نجات داده و حتی تشنه نمیشیم اگر حتی در ویرانه ها ما رو رهبری کنه خدا، زیرا که آب از صخره برای ایشان جاری خواهد ساخت و صخره را خواهد شکافت تا آبها بجوشند. خداوند این کارا میتونه انجام بده، باید بهش اعتماد داشته باشه. ولی خدا میگه بیا بیرون زودتر، باید بیا بیرون. اگر امروز تو اصلا تو مسئله هستی، توی دردی هستی، تو تاریکی هستی که از تو از دنیا تو تدبیر بیرون، بگو به نام عیسی مسیح ولی من، نجات دهنده من، مرا نجات بده. من میخوام بیام بیرون، من میخوام آزاد بشم. خداوند از هر امروز هر کدوم ما یه جور باید نجات پیدا بکنیم. بعضی همون گرفتار دنیا هستیم، بعضی گرفتار سیستم ها هستیم، بعضی گرفتار مذاهب هستیم، بعضی گرفتار قدرت ها هستیم، بعضی ها هر چی که هستیم. بعد بگیم به نام قدرتمند یا تو عیسی، یعنی چی؟ نجات دهنده. ای نجات دهنده، امروز من رو نجات بده. من نیاز دارم که نجات پیدا بکنم. تو واسه همین اصلا اومدی به زمین، نه اومدی محکوم بکنی، بلکه اومدی انسان ها رو چیکار کنی؟ نجات بدی. برای اینکه خداوند عزیز خودش میدونه که این دنیا چجور انسان‌ها رو دونه به دونه به سمت خودش می‌کشونه. یه روز به خاطر شغل، یه جور به خاطر سکسش، یه روز به خاطر قدرتش، یه جور به خاطر مذهبش، یه جور هر روز انسان‌ها رو به سمت خودش می‌کشه و انسان‌ها رو خفه می‌کنه. و خداوند عزیزان برای همین روی زمین اومد، انسان شد که دونه به دونه ما بفهمیم، ببین به خون مقدس تو من می‌تونم نجات بدم. آمین. و بالاخره پسر خدا، فرزند خدا، پولس این رو میگه، میگه ای مردم قرنتوس، به کیا داری میگه حالا؟ مردم قرنتوس، به مردم کلیسا، به مردم کلیسای قرنتوس داری میگه. ای مردم قرنتوس، دهان ما به سوی شما باز و دل ما وسیع و شاده شده است. در ما سبه تنگ نیستید، اما در احشای خودتون چرا؟ گاهی اوقات عزیزان ما تو وجود خودمون میدونیم یه چیزای نادرست هست، داره جلو میره. پس در جزای این، زیرا که به فرزندان خود سخن میگویم، شما نیز گشاده شوید. زیر یوغ، زیر هدایت ناموافق و ناسازگار با ایمانان مشوید. این به این معنا نیست که عزیزان ما با دنیا، با انسان را در ارتباط نباشیم، اونهایی که در کارهای زشت هستن برای اونها دعا کنیم، کلام خدا رو به اونها برسونیم، اما در کارهای اونها با اونها در ظلمهای دیگران باهاشون شریک، در خون ریختن انسانها بر اونها شریک نشیم، در بدگوییهاشون، در غرورهاشون، در فتنهاشون شریک نشیم، اما براشون دعا کنیم با تمام قلبمون. اگه خدمتی هست بعد بهشون انجام بدیم، خدمت بکنیم، اما در گناه اونها شریک نشیم، زیرا زیر یوغ یا هدایت ناسازگار با ایمانان، با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت یعنی مسیح را، یعنی درستی را، یعنی حقیقت را با گناه چه دوستی و تو را با تاریکی چه شراکت است. اگر فرزند نور شدیم، در نور قدم برداریم. ولی برای همونطور که دیگران زمانی که ما در تاریکی بودیم برامون دعا کردن، برای من تاریک زده، میدونی چقدر انسان ها دعا کردن و هنوز دعا میکنن؟
ما هم با همیشه با تمامی قلبمون برای تمامی انسان‌ها دعای نیکو انجام بدیم. با تمام وجود ما خداوند بخوایم ای خداوند مرا استفاده کن و از طریق من نوری باش برای اون، برای انسان، برای پدرم، برای مادرم، برای دوستان، برای فامیلم، برای هموطنان، برای انسان‌هایی که اینجا هستن. و مسیح را با شیطان چه مناسبته و ایماندار را با کافر چه نصیب است و معبد خدا را با بت‌ها چه سازگاری است، زیرا شما معبد خدای زنده هستید. آمین. آمین. شما تو معبد خدای زنده هستی. دنیا بگیده نمیگه، دنیا بگیده ببین تو پوچی زلت بکش خودتو بزن، خودتو بکش تو بمیری، اما خدا بهت میگه تو معبد خدای زنده هستی. تو معبد خدای زنده، تو خیلی بالاتر با ارزشتر از این است که دنیا بهت میگه. دنیا ایزا میگه تو همینی، تو همین دردت بعد بمیری، تو همین بدبختی، تو همین ذلتت بعد بمیری، حد اکثر خودتو بکشی چهار تا ویلا میخری دیگه، چی بشی کاخ میخری دیگه، چی بشی میشی امپراتور دیگه، چی بشی میشی سلیمان. همین ازت میگیرم، اینا رو بهت میدم، جونتو ازت میگیرم، روحتو ازت میگیرم. نیست؟ زیرا شما معبد خدای زندگی باشید، چنانکه خدا گفت من که در ایشان ساکن خواهم بود. کی در ما در ساکن خواهد شد؟ خداوند بود. و در ایشان راه خواهم رفت و خدای ایشان خواهم بود و ایشان مردم من خواهند بود. پس خداوند دوباره میگه عزیزم، دوباره خداوند از میان ایشان بیرون بیاید تا دیر نشده، بیرون بیاید به خاطر دو روز این دنیا، از دو روز پوچ این دنیا، به خاطر مرد این دنیا، زن این دنیا، به خاطر سکس این دنیا، به خاطر پول این دنیا، مقام این دنیا. عزیز خدا و بارها هر روز به این گوش من میگه سیامک کرامت بیرون بیا، بیرون بیا. چقدر میخواد ذلت برای این دینی که این دنیا چقدر چی کار داره باد میکنه. فکر نکنید فقط با شما صحبت میکنه، خدا با همه صحبت میکنه. از میان ایشان بیرون بیاید، جدا بشید و چیز ناپاک اینا رو لمس نکنید تا من شما را بپذیرم و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسر و دختران خواهید. خداوند خدای قادر مطلق اینو میگه که فرنا خدای زندهی که عیزان قادر مطلق، خدای مقادر مطلق یعنی این خدایی که میتونه انسان بشه، خادم بشه، مثل صلیب جان بده، این خدای قادر مطلقه. ما این خدا رو میپرسیم، اسمش هست عیسی مسیح، عیسی مسیح که روز سوم به قدرت نام خودش از مردگان برخاست. که دنیا هنوز ماته و اگر دنیا امروز امید داره به اون رستاخیز امید داره. آمین. بیستید با هم دیگه دعا کنیم. خدا رو شکر میکنیم عزیزان که ما از این دنیا نیستیم، ولی در این دنیا هستیم، ولی به قدرت خداوند عیسی مسیح از این دنیا نیستیم. از اون جاهایی که امروز فهمیدیم باید بیرون بیایم، بیرون میرویم به نام عیسی مسیح، به قدرت نام عیسی مسیح. از آن خداوند قادر مطلق است. خداوند در حتی اگر ما تو بیابونم بیافتیم ما رو نامید نمیگذاره عیزان. خداوند هست که از صخره‌های خودش برای ما آب جاری خواهد کرد. ما ایمان داریم عزیزان. آمین. حتی دست وادی تاریکی ما رو هدایت خواهد کرد. آمین. آمین. پس با تمامی قلب ما عیزان برای یه دعای ششامون رو ببندیم، دستامون رو بیاریم، اگه دوست دارید هر جور دوست دستتون به سمت خداوند خدای زنده امروز بیاریم و بگیم خداوند امروز صدای تو خداوند شنیده شد. خداوند تو خدای زنده هستی، تو میخوای خداوند که از جماعتها، از زدوم و امورها، از امورها و تکبرها، از مقام پرستیها، از دنیا پرستیها بیایم بیرون. ای خداوند قدرت امروز فرزندان اعطا کن. ای خداوند اگر امروز فرزند پرقدرتی داری و میخواد این دعا رو با من انجام بده، خداوند نه نامه دادگاهی میخواد، نه دنبال دعواست، امروز اومده بگه من میخوام نجات پیدا پیدا کنم. من اومده امروز به خداوند عیسی مسیح بگم خداوند من تا امروز تو همین دنیا بودم،
یه پام تو اون دنیا بود، یه پام هم یه جوری اسم تو رو میبردم. ای خدا، ولی از امروز میخوام آزاد بشم، میخوام تو من نجات بدی. خداوند میخوام امروز بچشم ای خداوند رهبری تو رو، هدایت تو رو. حتی اگر در بیابون تو من هدایت کنی، ای خداوند لباس هم پاره نخواهد شد، این کفش ها پاره نخواهد شد. ای خداوند ایمان دارم در زمان تشنگیم ای خداوند تو بر صخره دستور میدی و آب بر من خواهد آمد. من ایمان دارم خداوند تو داری بیابون من رو هدایت خواهی کرد. ای خداوند، خداوند گوش من رو به دنیا ببند و گوش من رو ای خداوند به صدای قشنگ خودت باز کن. ای خداوند به نام قدوست هر عزیزی که امروز اینجا اومده و هنوز آزاد نشده، خدا هنوز نجات پیدا نکرده، بگه ای خداوند، یا عیسی مسیح، ای پدر سپاسگزارم تو خدای محبت تو زندگی من اومدی. خداوند من ترس دارم هنوز بعضی جاهای زندگیم، نمیدونم بعض وقتا هموطنام، دوستام، فامیلام به من چی بگن، ولی من خداوند نیومدم مذهب عوض کنم، من اومدم به خدای زنده عیسی مسیح بگم من نجات بده. تا خداوند از اون تاریکی ها، خداوند از اون مذهب پرستی ها، از اون دنیا پرستی ها آزاد بشم. ای خداوند، خداوند امروز اعلان میکنیم به تو با تمام قلبمون، خداوند ما را از این دنیا آزاد نما. خداوند نیاز داریم پدر، نیاز داریم، نمیتونیم بگیم تو پدر ما هستی، ما فرزندان تو هستیم، اما ای خدا ما پامونه تو این دنیا باشه. ای خداوند تمنا میکنیم پدر، تمنا میکنم پدر اون عزیزی رو که از آن توست و میخواد نجات پیدا بکنه و هنوز نجات پیدا نکرده، تو بهش قدرت بده پدر. و خداوند این دعا رو با من انجام بده، از کسی دیگه نترسه، چون روح مسیح روح ترس نیست، روح محبته. و خداوند بگه ای عیسی مسیح، ای خداوندم سپاسگزارم که من گناهکار رو پذیرفتی، چون خداوند دیگه در اون جماعت قدم بر نمیدارم، اومدم بیرون، دیگه اومدم بیرون، حتی دیگه چیزی که قانوناست لمس نمی کنم. و خداوند یاد گرفتم هر چی را که دنیا بهم داده به خودش برگردونم، چون من از خدا پدرم میخوام، من فرزند خداوندم هستم، اسمش هم از عیسی مسیح. خداوند نمیدونستیم تو خدای ما هستی، ما نمیدونستیم خداوند، خداوند ما سنگ ها و چوب ها رو سجده میکردیم، خداوند ما نمیدونستیم تو خدای محبت هستی. و خداوند امروز فهمیدیم اگر تأخیری در داوری تو هست، تو میخواستی یه سری دیگه هم انسان نجات بده کنن، جلال و نامت. و امروز خداوند من میدونم تو این جماعت اینجا کسانی هست که هنوز نجات پیدا نکردن. خداوند اون ترس ها و اون استراب هاشون رو از اون مذاهب دروغین ببر ازشون بیرون، بذار به تو مستقیم بس بشن، به دیگه به هیچ مذهبی نیاز نداشته باشن و خداوند آزاد بشن، بگن خداوند آزاد شدن و خداوند اون آزادی رو در تو بچشن. خداوند خیلی ها هستن که در کشور ما، در این مملکت، خداوند هنوز نچشیدن نجات تو رو. ای خداوند به قدوسیت نامت، اگر فرزند اینجا هست ای خداوند و میخواد ای خداوند از دنیا خلاص بشه، فرزند توست، خادم توست و خداوند یه جورایی میخواد خلاص بشه، ای خداوند تمنا میکنم تو بهش قدرت بده، ای خداوند بتونه بیاد و آزاد بشه. ای خداوند اگر ترس داره بذار آزاد بشه، اگر خداوند یه جورایی تو این دنیا اذیتش داره میکنه بخواد آزاد بشه، خداوند بذار آزاد بشه و بگه خداوند من به هیچ انسانی دیگه کار ندارم، نه به زنم، نه به شوهرم، نه به بچه‌م، نه به مادرم، نه پدرم، میخوام ای خداوند آزادی بده کنم، میخوام نجات بده بکنم. خداوند من چی کار دارم به اینکه آدمای دور و بر من چه فکر میکنن؟ تو خدای من هستی، تو خدای هستی که روزی من رو میدی، نه انسان‌های. خداوند تو ای خداوند همین تو بودی که ای خداوند تا اینجا ما رو آوردی و میدونید این کار رو ادامه خواهی داد تا روزی که تو رو ملاقات کنی. خداوند سپاسگزارم برای فرزندانه. خداوند اگر عزیزی در میان عزیزان هست، دفعه اول هست ای خداوند میخواد قلبش رو بده تسلیم کنه، دست رو بالا کنه. اگر خداوند سپاسگزارم، سپاسگزارم هست، دست رو قشنگ بالا کن با تمام شجاعت. خدا رو شکر به این آیه، خداوند به این بچه هات خداوند قدرت شجاعت تو بریز،
خداوند بهشون بگو تو فرزند من هستی. خداوند هر چی ناامیدی ازشون بردار، هر چی ترس از مزاحمت ازشون بردار، هر روح شریری که از گذشته بر اینها غالب بوده بردار. بذار خداوند راحت شد، بذار آزاد شد و بگن ای خداوند از این بعد تو رو میپرستیم. خدایی که محبتی، خداوندی که همیشه ماها رو دوست داری و هیچ وقت ما رو خداوند به خودمون باد نخواهی گذاشت، بلکه با ما خواهی ماند. تو خودت گفتی خداوند من تا انقضای عالم با شما خواهم. جلال بر نامت.